بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما خانواده های عزیز و بیننده های محترم و شما هموطنان عزیزم، در هر جایی که هستین سعدمند باشه، عزاداری هایتان قبول باشه و التماس دعای مخصوص از همه شما هموطنان عزیزم در تکه خانه ها و در حسینیه ها مراسم عزاداری دارن، انشالله که قبول درگاه حق باشه و بیننده برنامه روشنا هم هستین. از شبکه جهانی بخش فارسی دری با برنامه روشنا مهمان شما عزیزان و خانه های پر از گرم و مهر و محبت شما عزیزان هستیم. انشالله که تا آخرین لحظات همراهی کنین برنامه روشنا را. و همینطور که در جریان هستین، ما در برنامه های قبل هم گفتیم که حادثه و قیام و عاشورا در دو مرحله بود. یکی قبل از عاشورا و یکی جهاد، مبارزه و دفاع با رهبری امام حسین علیه السلام، و در مرحله دوم افشاگری، پیام رسانی و تبلیغ دین بود که به رهبری امام زین العابدین و با مدیریت حضرت زینب سلام الله علیها اتفاق افتاد. و حال باز هم میخواییم که در این زمینه با شما عزیزان گفتگو کنیم نسبت به زنانی که در ترویج و پیام رسانی و تبلیغ این قیام عاشورا و نهضت عاشورا فعالیت داشتن. پس همراه ما باشین و خانم حسنات عزیز هم کارشناس امروز ما هستن. سلام خانم حسنات عزیز و قبول باشه عزاداری هایتان. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و صل الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین، خصوصا علی سیدنا و مولانا ابی عبدالله الحسین رزقنا الله زیارته و شفاعته فی الدنیا و الاخره. سلام عرض می کنم حضور شما و همکاران محترم شما در استدیو و در بخش این برنامه، و همچنان خدمت عزیزان اموطن و دوستان گرامی که این برنامه را تماشا می کنند. انشالله عرض تسلیت دارم به حضور همه شما، انشالله که سوگاری هایتان مجالستان قبول درگاه حق واقع شده باشه. تشکر و سپاسگزار از خانم حسنات عزیز و همه شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراهی کردین. و بله، امیدوار هستم که تا کنون همه عزاداری های شما عزیزان با قلبی محزون و دل اندوهگین بوده و با شور حسینیتان نشان دادین که میتونین راه حسین، نام حسین و یاد حسین را همیشه زنده نگه دارین. و همطور که در حدیث داریم که در عزای امام حسین و شهادت امام حسین دلها و قلبهای مؤمنین همیشه گرم هست و حرارت او هیچگاه سرد نمیشه. امیدوار هستیم که قبول باشه و میخواییم که نسبت به این موضوع بپردازیم که زنانی در قیام عاشورا فعالیت داشتن، مشارکت داشتن، و این زنان به سبکهای مختلفی تلاش داشتن و کوشش کردن قبل از قیام عاشورا و در خود قیام عاشورا و بعد از قیام عاشورا. و حالا بپردازیم که زنان هاشمی و زنان غیر هاشمی، اینها هم تلاش داشتن، فعالیت کردند و در زمینه قیام عاشورا و نهضت عاشورا و بعد از این نهضت بزرگ تانستن که فعالیت های انجام بدن، پیام رسانی هایی کنن و تبلیغ کنن. و حالا میپردازیم به این موضوع که زنان هاشمی و زنان غیر هاشمی چه کسانی هستند و اینها چه قسم فعالیت هایی انجام دادن. خب خانم حسنات، مقصد از این که میگیم زنان هاشمی و زنان غیر هاشمی، یک تعریف برای ما داشته باشین. خب بدون تردید یکی از گروه هایی که در قیام عاشورا نقش آفرین بودن، گفتم که زنان بودن، یعنی زنان تماشابین نبودن. بله. زنان سیلبین نبودن، زنان بدون انگیزه وارد این ماجرا نشدند. درسته. با انگیزه های بسیار بزرگ و عظیم، با انگیزه های جهادی و خدمت به جامعه و دین و ناموس اسلام و تربیت فرزندانشان و همراهی با مسلمانان وارد این حادثه و این ماجرا شدند. خب
بعد از اینکه ما البته میخواییم عرض بکنم که چی دلایل وجود داشت که امام حسین علیه السلام زنان رو با خودم راه کردن و اجازه دادن که زنان با ایشان هم سفر باشن و عازم کربلا و کوفه بشن، اینا بسیار دلایل بزرگ داره که انشالله در جلسات آتی برای دوستان میخواییم بیان بکنیم که دلایلشان چی بوده. بله. ولی یکی از این دلایل این که چون خود امام حسین علیه السلام تمام امورشان به اساس علم لدنیشان بود و برنامه ریزی شده و بدون معلومات و مشورت، حالا بگیم با خوبان و عالم غیب، اینا کار انجام نمی دادن، برنامه ریزی شده بود که زنان باید در این عادسه باشن. بله. یعنی یک لطایی این است که خب خودشان شهید می شدن، خودشان بالاخره در امو سرزمین مدفون می شدن دیگر، داستانشان با پایان می رسید. ولی خواستن که زنان را ببرن که زنان نظارت کنن، ببینن، نظارت کنن این تاریخ و این حادثه را، بالاخره حادثه عاشورا تحریف نشه. بله بله، میتونن یعنی روایت کنن. بله، روایت کنن، پیام رسانای واقعی باشن و به گوش جهانیان برسانن که این نهضت و قیام، قیام به اصطلاح الهی و خدایی بود و یک امتحان بود که امام در پیشگاه خدا انجام دادن و بالاخره حق با پیروزیشان با حقشان بود، به خاطر که بر حق اقدام کرده بودن، بر حق قیام کرده بودن و خواستن که ندای مسلمین و مستضعفین به گوش جهانیان برسانن. درست. علایی که گفتم زنان بودن قبل از حادثه عاشورا، اینا زمین ساز بودن که در جلسات قبلی به خدمت عزیزان عرض کردیم. یکی از زنان از خود مدینه با حضرت سیده شهدا حرکت کردن، یکی از زنان از مکه با امام حسین علیه السلام راه شدن و حتی زنان هم که در مسیر را وقتی به حقانیت امام و قیامشان پی بردن با امام خانوادگی هم راه شدن و پیوستن. که جمله عرض کردیم مثلا دلهم بود امسر زهیر ابن قینه، هم خانوادگی بود. بله بله. و همچنان زنان که قبل از توحه بود و ماریه بنت سعد بود، اینا خیلی زیاد فعالیت داشتن، زمین ساز بودن برای از که جوانان و مسلمانان و شیعیان قیام بکنن و امامشان را یاری و همکاری کنن. خب منظوری که میگیم زنان هاشمی یا غیر هاشمی که با حضرت سید الشهدا از خود مدینه حرکت کردن، زنانی هستن که سببی و یا نسبی منصوب به این خاندان می شود، منصوب به خاندان اهل بیت، اهل بیت می شود. یعنی اونایی که از خود فرزندان امام حسین خواهرشان بود، مثلا خواهرزادهشان بود، دخترانشان بود و زنانشان که به دیگه سبب به اینا ازدواج کرده بودن، بالاخره از خانواده به خانواده زنا منصوب می شدن و اینا هم عاشقانه به خیلی الهی قدم برداشتن و درسته با بزرگ چی بگم زمانشان، امام زمانشان بالاخره پیوستن و تا آخرین لحظه هم امام تنها نگذاشتن. پس زنان هاشمی زنانی هستن که نسبت دارن به خاندان اهل بیت. بله، اونایی که به سبب ازدواج و مثلا دیگه دختران زنانی که وارد این خاندان شدن با اینا منصوب میشن. حتی زنان دیگه ای هم که با اینها ازدواج بله. کرده باشن، فرزند به دنیا آوردن بالاخره. بله، تاریخ حالا بر ما اینجوری دلایلش بیان کردن. خب زنان هاشمی به سرکردگی زینب کبرا، دختر عالمه، دختر متدین، دختر باوقار و با عزت امیر مؤمنان علی علیه السلام همه پیوستن و به رهبری و سرکردگی زنا به اطرافش حلقه زدن و جمع شدن و یاری کردن دختر حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این خدمات حضرت زینب این قدر در این سفر زیاد بود که تا نیست دشمن سرکوب کنه و بالاخره از کدهایشان پشیمان کنه. بله. و امام حسین و قیام برادر را خوب معرفی کنه با مردم و جهانیان و جهان اسلام. درست. و حق مستضعفین زنده بکنه، یعنی ارزش ها جلوه بدن، خوب یاری کنن، ارزش ها را خوب برای مردم تعریف بکنن که برادرشان امام حسین سید شهدا هم برای ارزش ها، برای دفاع از ارزش های دینی و اخلاقی جنگیدن. درسته. برای دفاع از حق مستضعفین جنگیدن. یعنی حضرت زینب با افشاگری، با خود به خانی تانستن پیام رسانی کنن. بله. بله. ولی دیگه زنان هم
در بر کنارشان بودن و یک نوی خدمت کردن. یعنی با عزاداری ها، عزاداری ها، با سوگواری ها، با تشویق فرزندانشان و همسرانشان. من جالب از خانم اثرات مطالعه کردم که خانم ام البنین در سرودن شعر و قصیده و اینا یکمه که داشتن و استعدادم و همچنان سکینه دختر امام حسین. بله، و به همین طریق از همین استعداد استفاده کردن. بله. سوگواری میکردم و چنانچه ناله های سرایی میکردن. بله، خیلی با تاثیر بود. بله، و کل همین داستان و قیام عاشورا را از طریق همین مرثیه خانی و شعر مردم میرساندن، بیان میکردن. بله. و خیلی فردهای دلسوزی و جانکاهی برای شهدای کربلا میسرودن. درسته. که وقتی اینا مشرف میشدن به قبرستان بقیع و سر قبر حضرت زهرا نالا و گریه میکردن، اشعار خود میسرودن و اطرافیان هم همه به گریه در میآمدن. بله، برای چهار تا پسر. بله، خود حتی. بله. هم درست است، نالهایشان با تاثیر بود. خب، دیگر از زنان هاشمی و دختر پاکباز متدین و فصیح و بلیغ امیر المؤمنان ام کلثوم بود. کینا میگن در هر جایی که از زینب سلام الله علیها سخنرانی داشت، دفاع داشت، تبلیغ و ترویج داشت، در کنارشان ام کلثوم سخنرانی میکرد. یعنی از خطبه های ام کلثوم در این سفر خیلی استفاده بهینه شد. حتی بسیاری از مردم رویشان اثر گذاشت که بالاخره با این خاندان پیوستن و حتی مثلا اون رنج و مشقت که ابن زیاد و یزید برای مردم خلق کرده بود در این فضا، اونا رو میتونستن که مردم با سخنرانی های زنا بالاخره از بین ببره و زایل کنه، مردم دوباره جذب کنه. بله، خاندان. باز میبینیم ها جمله زنانه که در این سفر بودن. فاطمه دختر عزت امام حسن مشتبه علیه السلام بود که خیلی بانوی با فضیلت، با کرامت، متدین، با وقار، همسر عزت سجاد علیه السلام بود، مادر عزت امام محمد باقر علیه السلام. میگن در این سفر خیلی زیاد فعالیت داشتن. شهر بانو؟ فاطمه دختر امام حسن مشتبه. اسمشان فاطمه بوده. فاطمه بوده دختر امام حسن مشتبه علیه السلام. که اینا همسر امام سجاد بودن. و امام صادق علیه السلام تعریف میکنن که بانوی با فضیلت تر از این بانو بین فرزندان امام حسن وجود نداشت. به به، بله، بسیار عالی. خانم حسنات، میان برنامه آماده نشت داریم، تقدیم عزیزان میکنیم و همچنان ازشان میخواییم که بیننده برنامه باشن. فاطمه دختر حسین گفت: مرد شامی سرخ فام نگاه به من افکن. برخاست و گفت: امیر المومنین، این دخترک را به من ببخش. و مرا خواست و من دختری زیبا روی بودم. برخیش بلرزیدم و پنداشتم این کار توانند و به جامه امه ام زینب در آویختم. زینب بان مرد گفت: دروغ گفتی، به خدا سوگند، اگر بمیری چنین شوخ چشمی ای نه تو توانی کرد و نه یزید. یزید برا شفت و گفت: دروغ گفتی، به خدا قسم که می توانم و اگر خواهم بکنم. زینب گفت: هرگز نتوانی، والله خداوند تو را بر این قدرت نداده است مگر از دین ما بیرون روی و دین دیگری گیری. یزید از خشم برافروخت و گفت: در روی من این سخن میگویی، پدر و برادرت از دین بیرون رفتند. زینب گفت: تو و جد و پدرت اگر مسلمان باشید، به دین جد و پدر و برادر من هدایت یافتید. یزید گفت: دروغ گفتی دشمن خدا. زینب گفت: تو امیری و دست دست توست، به ستم دشنام میدهی و به قدرت زور میگویی. یزید گویا شرم کرد و خاموش شد. شامی آن کلام باز گفت. یزید جواب داد: دور شو، خدا تو را مرد دهد و از زمین بردارد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
تشکر از همراهی همه شما عزاداران امام حسین علیه السلام و سالار شهیدان. و با توجه به تاریخ که مطالعه شده و صحبت‌های زیبایی که خانم حسنات عزیز بیان کردن، متوجه عزیز شدیم که زنان در عصر تاریخ فعالیت‌های زیادی داشتن. پس زنان هم دوش و دوش مردان میتونن از توانمندی‌ها و استعدادهای خودشان استفاده کنن و در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشن. و این درس بزرگیست برای ما و شما خواهران عزیزم که ما هم میتونیم در چارچوب اسلامی و با حجاب و حیا و عفت میتونیم در مسائل اجتماعی خودمون مشارکت داشته باشیم، فعالیت کنیم و همزمان با دوش و دوش مردان و در مدار خود ما، یعنی در استعدادها و توانمندی‌های خود ما و با در چارچوب مسائلی که برای ما در نظر گرفته شده به عنوان یک خانم میتونیم فعالیت داشته باشیم، مشارکت داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم، تحقیق داشته باشیم. و به خاطر از اینکه ما مسئولیت‌های بسیار بزرگی داریم، اولین مسئولیت بزرگ ما تربیت فرزندان ما هست که باید آگاهانه و از روی مطالعه باشن. میپردازیم به ادامه صحبت‌ها و خواهر خوب خانم حسنات عزیز که برای ما بیان می‌کنند که زنان هاشمی چه زنانی بودند و چه قسم فعالیت‌ها داشتند. بله، چنانچه فرمودین که زنانی که اول از خود شروع کردند، خود ساخته بودند، در سازندگی وجود و نفس خود تلاش کردند که خود برسانند، یعنی تقوا داشتند، ایمان داشتند، مدافع ارزش‌ها بودند، در کنار همسر خود بودن، قناعت صبوری داشتن و بالاخره در تربیت فرزندم خیلی کوشا بودن. بله، که این برای زنان یک ارزشه. خب زنانی که در این حادثه بودن، این همه صفات داشتن. وقتی که زنان در رکاب امام حسین بودن، مشخصه که اینا دارای فضیلت های بودن که امام حسین اینا را اجازه داده با اینا با در کاروانشان به سوی کربلا یا کوفه رهسپار بشن و هم سفر باشن. از جمله زنانی که خوب بچه‌هایش تربیت کرده بود و بچه‌هایش هم بسیار بسیار بچه‌های نورس، دیبا، مؤدب، جنگجو و عاقلانه آمدن در این سفر با عمویشان شرکت کردند، مادر قاسم و عبدالله بود، یعنی همسر امام حسن مجتبی رمله. درست، بله. اینا میگن حالا فتح و کسره به اینا ندادن، اسمش هم اگه بخوانیم در تاریخ به عنوان رمله خوانده میشه. همسر امام حسن مجتبی علیه السلام، مادر حضرت قاسم علیه السلام و حضرت عبدالله، که اینا هر دوتایشان در مو سرزمین کربلا بسیار قاطعانه دفاع کردن، بسیار شجاعانه به شهادت رسیدن و نوز مادرشان هم تماشا میکرد، یعنی ترغیب و تشویق میکرد که اینا برن پشت سر هم و از عمویشان دفاع بکنن که شهید شدن، ولی مادرشان روز تحمل داشت و با تبلیغ و ترویج خود این مسیر و میرا را ادامه داد و گام به گام حضرت زینب سلام الله علیها فعالیت های داشتن. و جمله یکی از دختران امام حسین، سکینه، که میگن اسمش امینه بوده، این مادرش رباب بوده، دختر امرالغیث با امینه اسمش بوده، سکینه لقبش بوده. درسته. این دختر معجبه متدینه خیلی میگن زبان شعر خوبی داشته. بله، یعنی با سواد کامل بوده. شاگرد زیاد تربیت کردن، بعد سید شهدا اینا مکتب و مدرسه داشتن، مراکز فرنگی داشتن، جلب و جذب داشتن، بانوان دعوت میکردن که بیاین از این مسیر و از تمام تربیت دینی و اخلاق دینی اینا بهره‌مند بشن. بله. این بانو یا بگم دختر جوان یا نوجوان در سفر کربلا و پدرش بود. بله. چنانچه میگن در ساعت آخر که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه بود، این دختر آمد با وقار به سمت پدر. درست. گریه کرد و شعر خواند و خیلی هم سوزناک شعر خواند که حتی سید شهدا به گریه در آمد. سید شهدا تقاضا کرد که سکینه نزدیک بشه. نزدیک شد و صورت سکینه را بوسید. بله.
و اشکش ریخت. گفت که دخترم سکینه گریه نکن، زیرا بعد از من گریه زیاد خواهید کرد. بله. اما تو با تبلیغ و ترویج، تو با اینکه مردم بفهمانی، پیام رسانی بکنی، برای پدرت کافی هست. با شعرت، با ادبیاتت، با اون نظم نثر که داری، با نوشته که داری، و تبلیغ و ترویج بکنی که پدرت اگر قیام کرده بود، قیامش بر حقه. یعنی یک پیام رسان به تمام معنا کامل. بله. و باسواد. بله. و متدین. یعنی ما شنیدیم که مثلا یک عده‌ای از مردان که وقتی میخواین به جنگ برن، به جهاد برن و به مبارزه. بله. برن، پشت جبهه از زن و اولاد باید دلشان خاطرشان راحت باشه، خاطرشان جمع باشه، در زمین مشاوقشان هم باشه. آه دیگه، اینها کسانی بودن که به واقعیت شناخت داشتن از زن و اولاد. دلیه. و میفهمیدن که وقتی ما به جهاد بریم، به مبارزه بریم، دیگه از پشت جنگ و پشت جبهه دلشان آرام بوده، خاطرشان جمع. بله. بوده. در دستورات اسلام داریم که از یکی از آیین همسرداری، برای اگر همسر متدین، همسر باوقار، همسر که روی مهربانی و عطوفت با شوهرش زندگی بکنه، بدرقه کردن همسرش به سر کار رفتن و مکتب رفتن و دانشگاه و دکان و مغازه اینا است. یعنی چی؟ وقتی که همسرش مطمئن میشه که امی چی زن در خانه داره. بله. که این بدرقه میکنه و حافظ و تربیت کننده اولادش است. درسته. زندگیش به اصطلاح کنار میداره، خونده میکنه. بله بله. خاطرش جمع است. آسایش برای اولاد و زندگیش مایا میکنه، خیلی خاطرش راحت میشه. الان اینا هم همینطور بودن، اینا خاطرشان جمع بودن، چون میفهمیدن که دختر. بله. زن و تمام کسایی که اسیر میشن و میمانن بعد از قیام عاشورا. بله. اینها افرادی هستن که نام و یاد قیام عاشورا و احیای. بله. دین و دین را همه قسم پیام رسانی میکنن و مبلغ هستن. بله. و چنانچه شایستگی هم داشتن. بله. این لیاقت هم داشتن. بله. مثلا این اجازه ورود به اینا داده بود. ما در یک داستانی که دیروز بر عزیزان ما تعریف کردم، هر یگانه کسی بود که آب برای امام حسین بست، اما وقتی که با امام حسین ملحق شد، یعنی که آمد پیشش نزدیک شد کی پیامو برسانه، بالاخره جنگ نکو، باید بیعت بکنی، اینا ای تشنه بود هر، و امام حسین آب به دست داشت، اینقدر آب به هر داد و لشکریانش و حتی به حیواناتش که آب سیراب شدن. بعد از او امام حسین نماز خواند و ما لشکریانش اقتدا کردن. او را ماماد نزدیک شد که پشت سر امام حسین لسر با جماعت شرکت بکنه. ولی امام حسین گفت نه خور، تو با لشکریان خود برو، آزادی. هر تفکر و مفکوری که داری آزادی. بر مکتبه که هستی آزادی. با من نماز نخوان. میتونی با من باشی. خور قبول نکرد. یعنی به اینه که سفیر دشمن بود، سفیر ابن سعد بود، آمد اقتدا کرد با لشکریانش امرای امام حسین علیه السلام نماز خواند. اون نماز هر عاقبت به خیر کرد. یعنی عاقبت به خیری این زنان. بله. آیا در زندگیشان چی عمل شایسته دینا سر زده بوده که درسته. با امام حسین نام رکاب بودن، هم سفر بودن و در حادثه کربلا بودن. ما چقدر آرزو میکنیم که ای کاش می بودیم. دقیقاً. می دیدیم، یاری میکردیم، حداقل آب میدادیم. بله بله. زخمی ها و مجروحا. حالا خوشا به حال آنها که در چه موقعیت قرار گرفتن. حالا مثلا من فکر میکنم انتخاب صحیح بوده. انتخاب درست یعنی بوده. که یک عده ای. بله. میان یک انتخاب صحیح انجام میتن، عاقبت به خیر میشن. یک عده ای میان انتخاب صحیح ندارند از زندگیشان، اما افرادی که در شب عاشورا امام حسین تنها ماندن، تا شب عاشورا همراه امام حسین بودن، بعد از منصرف به خاطر یک انتخاب نادرست، به خاطر از اینکه بگوین که خمال زندگی خود چی کنیم، زن و اولاد چی کنیم. انتخاب صحیح. انتخاب صحیح و یک عمل شایسته هر انسانی که در زندگی خود داشته باشه، رفتارش الهی باشه، گفتارش. حالا ما انسان ها همه معصیت کاریم، خب بالاخره نمیشه که باید معصیت ها مار خداوند بالاخره بخشش هم داره، عفوم داره، ولی یک عمل شایسته باعث همچی کارهای میشه، یعنی رهگشا میشه برای ما، ما را عاقبت و فرموده شما عاقبت بخیر میکنه. بله. خب اینا زنانی بودن که در خانه هایشان بودن یا در اجتماع بودن و در عین حال خیلی هم صبور و قانع و کارشان خدایی بود.
در تربیت اولادشان با امسرشان. خب اینایی که باید به این سفر آمدن حتما کسانی بودن که انتخاب درست داشتن، بله، کار داشتن، فعالیت داشتن. مثلا ماریا بنت اسد، منزل خودم مرکز فرنگی برای مناقب و فضایل اهل بیت قرار دادن. میتونستن بگوین که خب ما میتونیم زندگی کنیم، جاوش تجملات و زندگی، بله، و خوشگذرانی و این گپا، هم میتونستن، بله، اون مسیر انتخاب کنن، هم میتونستن در این مسیر باشن، ولی چون هدفشان رو میفهمیدن، معرفت، بله، داشتن و شناخت داشتن، درک کرده بودن راه خودشان را انتخاب، بله، کردن. باز هم میان برنامه تقدیم عزیزان و همراهی گرم همه شما عزیزان را خواهان هستیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. در پی شهادت حسین در قلب‌های مؤمنان عشقی به او پدید آمده است که هرگز سرد نخواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و اما زنان غیر هاشمی که در قیام عاشورا و بعد از قیام عاشورا فعالیت داشتن، میخواییم که با شما عزیزان گفتگو کنیم و هدف ما از بیان این تاریخی که میگیم و زنانی که در تاریخ فعالیت داشتن این هست که ما و شما عزیزان، شما خواهران عزیزم، متوجه عزیز باشیم که ما هم میتونیم مؤثر باشیم در زندگی، ما هم میتونیم تاثیرگذار باشیم. و اما قسم که گفتیم قیام عاشورا و نهضت عاشورا زنان سهم بسیار بزرگی داشتند در پیام رسانی او و در تبلیغ او و مبلغ بودن او. پس ما هم میتونیم مؤثر باشیم. شما خواهران عزیزم که همکنون بیننده برنامه هستی، شما هم استعداد، توانمندی و اعتماد به نفس خودت را بالا ببر و مطمئن باش که میتونی که در بسیاری از مسائل اجتماعی مؤثر باشیم. و میپردازیم به این موضوع، وقت برنامه محدود هست، انشالله که بتونیم تمام این صحبت‌های امروز ما برسیم تا آخرین لحظات. حالا خب زنان هاشمی رو بیان کردیم خانم حسنات، حالا بیایم زنان غیر هاشمی که در قیام بعد از عاشورا فعالیت داشتن هم بگویم. اینا همه میتونن درس باشن برای ما، بله، و باید درس بگیریم که زنان چقدر میتونه فعالیت داشته باشه. فعالیت اینا شجاعت و دلاوری به سایر زنان، بله بله، اینا رو وقتی ما بیایم با خودمون مقایسه کنیم، با زندگی‌های خودمون مقایسه کنیم، ببینیم که خب ما چه میکنیم و زنان در تاریخ چه کردن. اونایی که به اون زمان امکانات نداشتن، بله بله، با دست توی مثلا می جنگیدن، تبلیغ داشتن، اما این کار همه امکانات شکر مراکز فرنگی و حسینیه ها، مساجد، یعنی باید استفاده بهینه، بله، زنان ما بکنیم. یعنی ما تو نمیتونیم بگویم خانم حسنات که بگویم، بله، که ما را غرض نیست به چیز دیگه، ما مسائل اجتماعی میشینیم و هم یک اولاد خود کلان کنیم، هم یک دیگه کاسه خود کنیم دیگه کفایت میکنه. و مسائل اجتماعی خود ما مسئولیت زیاد داریم، بله. خب ما میبینیم که بعضی از سپای دوست از سید الشهدا علیه السلام با خانواده خود در حادثه کربلا حضور داشتن، از جمله که مسلم ابن اوسجه بود، با عبیب ابن مظاهر با امام حسین علیه السلام ملحق شدن و اینا از سربازان مسن بودن و خیلی علاقمند به پیامبر و خاندانش بودن. مسلم ابن حوسجه زنی داشت به نام ام خلف
که اینا در سفر کربلا بودن با همراه امام حسین مشرف شدن به خود کربلا. اینا میگن با مساعده که مسلم ابن اوسجه به شهادت رسید، این زن شجاع و غیور دفتن پسر خود ترغیب کرد، تشویق کرد که باید از امامش دفاع بکنه. درسته. میگه امام حسین آمد سر رایش این جوان را گرفت از خلف به اصطلاح، حالا طوره که به اصطلاح نامش در تاریخ هست اینجوری. ولی مادرش باید شد گفت نه، من نمیگذارم که این زنده بمانه، باید مدافع امامش باشه. شوهرش که شهید شد، پسرش هم خودش فرستاد، خودش هم جنگید، یک مقدار دفاع کرد، بچهش هم یا پسرش هم به شهادت رسید. بله. یعنی فکر کنی خانم سناد، این چقدر استقامت میخواه و چقدر جرأت معرفت میخواه. حالا ما خود ما را یک لحظه خود ما را مثلا مثل در جای از اونا بانیم هم چک شرایط پیش بیایه، آیا ما به واقعیت همه قسم عمل میکنیم؟ شاید اگر یک حادثه کوچیک رخ بده دست بغیر بگیریم برچیم، آها دیگه کل ما میریم یک گوشه خود ما را بود. بله. میگم بابا بان که همی اتفاقا و همی گپا تیر شد. به این زمان برعکس ترغیب و تشویق هم میکردن که به انوزم مدافع اون زمان جنگ و جهاد باشن و در کعب امام باشن. یعنی بیطرف بودن ما نمیتونیم، نمیتونیم. ما میخواییم بیطرف باشیم، ما را به ما هیچ ربطه نداره، ما باید در مسائل یعنی زنان باید رایش انتخاب کنن و شریک باشیم، انتخابشان درست باشه. بله. ام عمر ابن جناده نامش بحریه بودی خانم. بحریه دختر مسعود خزرجی و همسر جناده بود، جناده ابن کعب انصاری، که جناده از جمله شیعیان ناب و مخلص امیر مؤمنان بود. چه آدمای پاکبازی بودن، چه آدمای متدین بودن و از جان خود گذشته بودن در این مسیر. همسرش هم امرایش بود. میگن وقتی که از مکه حرکت کرد امام حسین، با امام حسین از خود مکه حرکت کردن، آمدن به سمت کوفه، جناده شهید شد. بالاخره همسرش که شهید شد دیگه نشد که بیش زمین گیر بشه و گفت کمرم شکست، نمیتونم، جرات ندارم، نباید. دفتن فرزند خودم مثل ام خلف پس بچه خودم فرستاد که بچهشم به شهادت برسه. بله، بله. میگن که امام حسین اینجا مانع شد که شوهرت شهید شده پسر خودا بگردان، نگذار که بره به جنگ. گفت نه، وقتی که جوان آمد به میدان امام حسین نگذار. جوان گفت نه امام، بگذار من برم، مادرم مرا امر به قتال کرده است. بله. مادرم مرا این دستور اطاعت از امام زمان خودش. بله. که سر جایش. بله. که به خاطر امام زمان خودش فعالیت کرد. امر مادرش خیلی مهم بود. بله، این دستور امر مادر، این اطاعت از مادر یعنی احترام به مادر. بله. این که حرف قرآن را رعایت کردن، بالوالدین احسانا، یعنی که مادر رد حرف قرآن را عمل کردن. و آمدن در میدان به شهادت رسیدن و رکاب امام حسین. شنیدین مادر وهب را؟ بله، بله. ام وهب خودش شیرزن قهرمان کربلا مسیحی بود. میگه ای در ثعلبیه در کنار، یا مثلا در گوشه یا یک روستای شاید از اطرافیان یا محبته کربلا بوده باشه، ای همینجا مکستکنا وزیده بوده چند مدته. امام حسین علیه السلام با کاروانشان رد میشدن. میگه این زن آمد شکایت کرد که آقا ما در این سرزمینیم ولی آب نداریم، بهاب شدیم. امام حسین میگه شمشیر خود زد به زمین، آب جاری شد. وقتی که کرامت و فضیلت و بزرگواری سید الشهدا ام وهب نگاه کرد، دفتن مسلمان شد. بله. با پسرش و نوروسش عازم کربلا شد. با امام حسین علیه السلام رهسپار سفر شدن. خب چگونه؟ اینا که آمدن به میدان کارزار خیلی زن باجرات هم بوده، خیلی در واقع مردانوار دیگه داشته کار. بله. پیکار و جهاد میکرده. میگن پسرش رفت به شهادت رسید برای دفاع از امام. یک وقت مسلمان شد، عاشقانه به دور امام علقه زدن و مادر و پسر و عروسشان با امام رستگار شدن. در روز عاشورا وهب به شهادت رسید. خب بالاخره سر وهب گرفتن، دشمن پرت کردن یا پرتاب کردن، به اصطلاح ما پرتاب کردن به سمت مادرش. بله. مادرش سر وهب را دوباره به دشمن فرستاد، گفت این سر که در راه خدا دادم من گرفتنی نیستم، پس نمیگیرم. بالاخره این مادرم به جهاد رفت، یعنی با سلاحی که در دست داشت مدافع امامش قرار گرفت. بله، بله. در همون روز عاشورا، در همون روز عاشورا فعالیت کردن، جنگیدن و در خود صحنه عاشورا حضور داشتن. بله. و یک نکته که در اینجا نهفته است خانم. بله، حسنات. بله. من نمیتونم بگذرمی که ما
گفتن سری را که در راه خداوند دادیم پس نمیگیریم. بله. یعنی این تسلیم رضای حق بودن هست. بسیار عالی. تسلیم خدا بودن هست که در راه رضای خدا دادن. تقوایش بالا بوده. چقدر معرفت بله. داشتن و بله. چقدر خداشناسی داشتن. و روی خدا به طرف خداوند کرد. ای زن، ام وهب، مادر وهب، خدایا شکر که امش فرزند به من دادی که در صحرای کربلا مدافع سید شهدا امام حسین علیه السلام قرار گرفت و مرا رو سفید کرد. بله. یعنی تا یه اندازه افتخار می‌ورزید و شکرگزاری هم چقدر مجذوب این مکتب شده بود. آه. چقدر مجذوب این قیام شده بود. چقدر دفتن امام خدا به زودی شناخت. چقدر تشخیص داد که راه درست کدامه. چقدر تشخیص داد که باید کدام راه را انتخاب بکنه. یعنی در واقع بین مسلمانان ما شاید عده‌ای داشته باشیم از مسلمانان و پیروان واقعی، شاید در این صحنه ها خدا ببازن. شاید مثلا عقب نشینی کنن، شاید تسلیم نگیرن که همچی جای شرکت بکنن. ولی زن بر همون روزا به دین اسلام مشرف شد توسط بزرگواری سید شهدا، اون اخلاق و رفتار نیک امام حسین، و به دین اسلام پیوست و بالاخره در همون صحرای کربلا که با امام حسین علیه السلام به سلام سفر بود به چشم به شهادت میرسه. بله. چقدر زن با تقوا با ایمان بوده که یعنی ایمانش قوی تر بوده، قوی بوده وقتی که مسلمان شد قوی تر بله، شد. بله. به یقین کامل رسیده بود، به شناخت کامل و در راه رضای خدا وقتی فرزند خودش را شهید کرد و داد بله. فرزند خودش را در راه خداوند، حتی شکرگزاری هم میکنن، شکرگزاری کرد و دفتن خودش هم مدافع قرار گرفت. عمود خیمه را برداشت، مگدو تن از سپاهیان دشمن را کشت. بله. تا یه اندازه جرأت داشته، تا یه اندازه زن بسیار، ما افغان ها میگیم که قشتلی، یعنی باعث داد و رسیده و بله. سرحال بوده که بچهش هم شهید شده بوده، اما خودش هم بگیم به حساب که مدافع بوده، رزمنده بوده، جهادگر. حالا اگر ما یک ذره یک غم و گرفتاری داشته باشیم چی حال میکنیم؟ اصلا نخب نشیم میگه یک نفرم باید ما دلداری بده و به جای بشانه به ما روی دل ما وان غیر شکایت داریم بله. که چرا قسمیست ما خدایا این روز و روزگار چرا به سر ما آماد نباید میاماده نباید یک جور شکایت هایم از دانه که صد یک آدم ها بیرون میشه که بالاخره کارساز نیست برای ما، اما صبر در اینجا به درد میخوره به اصطلاح ما و امتنان ما که صبر اگر داشتی در اینجا باید به کار بینید. صحنه های سخت زندگی، صحنه های اوناک زندگی، حالا او میدان کارزار بود، شاید میدان زندگی خودم میدان کارزار در رای خدا بدن. بله دیگه بس. تربیت فرزند، همسرداری، حتی بعض از کارهای اجتماع و بیرون انجام دادن، اینا هم میدان کارزاره. یعنی اکثر خانم ها هستن که برانوی که در بین خانه و خانواده خود خونجیگر هستن و خونجیگری ها را مدیریت میکنن، بحران زندگی را مدیریت میکنن، بحران بیرون را مدیریت میکنن. بله. وقتی میان با محبت کاری، مثلا مدرسن، مثلا بله. استادن، مثلا بله. کارمندن، مثلا بگم بیمارستان کار میکنن، یعنی بدل مریض رفتار میکنن، بدل ارباب رجوع کار میکنن، بدل مشتری کار میکنن. دیگه نمیگن که ما خونجیگر هستیم شما کنار برین بتونن ما به زندگیم برسیم. دقیقا. یعنی با اون دلای مملو از غم و هندو بله. به خدمت مردم در جامعه و در اجتماع کار میکنن. بله. تشکر و سپاسگزار خانم حسنات، وقت برنامه ما خلاص شده، از شما تشکری میکنیم و از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین برنامه روشنا را سپاسگزار هستیم. از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و موفقیت و پیروزی را از خدای بزرگ برای یک یک شما عزیزان خواهان هستیم. خدا نگهدارتون.